سرانجام روحانی به منظور عادی سازی شرایط و فعال کردن کوره های کار و دکان های دین فروشی 127 منطقه را سفید اعلام کرد. اما پیشا پیش مردم را مقصر قتل های آینده معرفی کرد. یه وقتی مراعات نکنم ممکنه این سفید تبدیل به زرد بشه. حریرچی در منتهای وقاحت با اعتراف به آزمایش تکثیر کرونا روی مردم بیگناه ماهیت ضد بشری نظام را به نمایش گذاشت. این یه مانور در واقع. ما یه عملیات آزمایشی میکنیم. اگر دیدیم در بعضی از شهرستانها نتیجه نداد برمیگردیم. اما واقعیت مناطق سفید از زبان مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی. محمد حسین قربانی نماینده وزارت بهداشت در گیلان: هنوز هیچ جایی از استان از نظر شیوع کرونا در وضعیت سفید قرار ندارد و همچنان در معرض خطر هستیم. محمد حسین بحرینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد: در 24 ساعت گذشته تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزایش یافتند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: روند ابتلا به کرونا در سیستان و بلوچستان به شکل نگران کننده‌ای تغییر کرده، به طوری که احتمالاً در نقطه شروع پیک دوم هستیم. شهرداری نمایشگاه گل لاله گذاشته و بعد نوشته از تجمع بپرهیزید و در خانه بمانید. مسخره تر از این کجای دنیا میتونید پیدا کنید؟ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: ما در دو هفته گذشته بعد از اینکه فاصله گذاری اجتماعی کمتر شد، آمار روبه تزایدی رو در استان خوزستان داشتیم. حتی رئیس اداره مراقبت‌های مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعتراف کرد: ما همچنان در موج اول یا موج افزایشی بیماری هستیم، نزدیک داریم میشیم به قله بیماری. به رغم اعتراف به گسترش بیماری پس از بازگشایی کارها، اعلام 127 منطقه سفید، منطقه کرونای ولایت، برای قربانی کردن مردم پای امنیت نظام است.